امیر تتلو و سحر قریشی در حال برگشت به ایران و صحبت‌های تتلو در این مورد که یکی از نزدیکانم قصد کشتن منو داره و من اینو میدونم. همچنین صحبت‌های جدید وریا قفوری درباره وضعیت مردم و حمله به مسئولی. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ من سارا هستم و در کانال مهمترین ها با بروزترین و باحالترین خبرهای حاشیه‌ای دنیای مجازی همراه شما عزیزان هستم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. مهمترین حاشیه های دنیای مجازی. قبل از هر چیز بریم سراغ تتلو. همونطور که میدونین کنسرت تتلو برگزار شد و میلیاردها تومان پول از کشور به خاطر این کنسرت خارج شد. همچنین قیمت لیر رو هم تحت شعاع قرار داد. حالا تتلو اومده و اعلام کرده که میخواد برگرده ایران و حتما این کار رو انجام میده. تتلو گفت اگر این کنسرت داخل ایران برگزار میشد خیلی به نفع مردم و کشور بود و من هر طور که شده میام ایران و کنسرت رو برگزار میکنم. تتلو صحبت‌های عجیبی هم درباره توطئه یکی از نزدیکانش علیه خودش کرد و گفت یکی از اعضای خانواده‌ام میخواد منو بکشه و من این موضوع رو میدونم. من احتیاج دارم به اینکه تو کشور خودم کار کنم. الان ویلایی که دیدم مناسب کار من هستش. به چلونیش ماهی 28,000 یورو هست و با مخارج دیگرش تقریبا میشه ماهی 1 میلیارد به پول ایران. یعنی من قرار ماهی 1 میلیارد فقط اجاره بدم. جدا از خرید و نوازنده و آشپز و تنظیم کننده و تتو و موزیک ویدیو. بخورم بخوابم موزیک درست کنم فقط ماهی 2-3 میلیارد جابجا میشه. یه کنسرت 200,000 نفری دقت کن، فقط یه کنسرت بذارم تو استادیوم آزادی و بلیط 100,000 تومان هم که باشه میشه 200,000 تا 100,000 تومان، میشه یه چیزی که صفراش ماشین حسابم نکشید. نفهمیدم چی شد بابت فقط یه کنسرت تو تهران. حالا شیراز و رشت و مشهد و کیش و بقیه رو ولش کن. چطور میشه که این مملکتی همچین آدمی رو نخواد سر 4 تا فرش مسخره و 4 تا تتو؟ یکم به خودمون بیاین. من بیزمم نیست، این خرجا رو توی کشور دیگه میکنم و کنسرتم هم میذارم بالاخره یه جا. ولی چرا واقعا، چرا این پول تو کشور خودمون ساخته و خرج نشه و چرا اشتغال زایی برای مردم خودمون نباشه؟ من میخوام برگردم به کشورم. امروز به صورت رسمی اعلام میکنم که همین الان میتونم و میخوام بیام. از این لحظه به بعد افرادی که دوست ندارن این اتفاق برای مردم ایران بیفته خودشون باید پاسخگو باشن و کارما به سراغشون میاد و باید زودتر حذف بشن یا باید مشکلشون رو با اومدن امیر تتلو حل کنن و باید حذف بشن. راه دیگه‌ای وجود نداره. من منتظرم، شما هم منتظر باشین. لازم نیست برای 20 تا تیم هزینه کنید و ترش هم استادیوم خالی بمونه، اونم با بلیط 50,000 تومان. من براتون تنهایی استادیوم رو پر میکنم هر ماه چند بار، اونم با بلیط 500,000 تومان. خدایی طلا نباشم، آلت طلا رو که هستم. ببین چند بار گفتم منو دور نندازین. از این کنسرت به این ور یه سری داستان جدید پیدا کردم. خیلی آدمای کمی رو میتونم تعامل کنم، اونم باز با مدت کم. یکم یه جا میشینم که چند نفر نشستن سرم داغ میشه و یکم راجع به موضوعاتی که مهم نیست حرف زده میشه به طرز عجیبی یه حس دافعه پیدا میکنم نسبت به مخاطب. فقط میتونم راجع به مسائل مهم و ضروری صحبت کنم و هر کاری هر چند کوچیک که نیمه کاره میمونه به طرز عجیبی بدنم واکنش نشون میده و به سمت تموم کردن کار میدوام. حالا فکر کن تو همچین وضعیتی ویلا و محل زندگی که مهمترین چیز هستش رو حواس و تیم نمیتونه یه ویلا پیدا کنه. حتی وقتی که میگم آقا من اصلا ماشینو میدم، یه چیزم سر میدم، فقط یه ویلا میخوام، به طرز عجیبی به همه مشکوکم و فکر میکنم از روی قصد و دستور کارام انجام نمیشه و حتی پاسپورتمو هی عقب میندازن که منو اینجا نگه دارن. یعنی فکر میکنم حتی نزدیکترین اعضای تیم از جایی به غیر از من دستور میگیرن. احساس میکنم یه توطئه بزرگ برام چیده شده و همه در حال انرژی دزدی و عقب انداختن من هستن. تا میخوام پامو بذارم رو گاز یکی به طرز عجیبی دستی رو میکشه. احساس میکنم همه چیزایی که فکر میکنم درسته و یه عده قصد نابود کردن امیر تتلو دارن و حتی بعضی از دوستا و افراد خانوادم هم باشون همدست هستن. من مسائلی که اینجا مینویسم رو بعد از اینکه هوادارا دیدن و اسکرین شات گرفتن و همه جا پخش شد پاک میکنم. این پاک کردن دلیل نمیشه که یعنی از حرفم پشیمون شدم. نخیر.
پستایی که یکم حاشیه سازه رو پاک میکنم که انرژیای بد روی صفحه نمونه. اون پست ها حاشیه هاشون رو دیگه ساختن و دیگه نیازی نیست انرژیشون بمونه روی صفحه. مثلا گفتم میخوام بیام ایران. امین فردین برنامه ساخت و قرار پخش کنه. همه فن پیج ها پر شد. حالا چرا باید پست بمونه و اون همه انرژیای منفی زیرش و تصویرسازیای بد که آی نه و میگیرن تو فلان و بیسار باقی بمونه؟ از اون طرف هم وریا غفوری بعد از برد استقلال اومد و یه مصاحبه جنجالی کرد و به مسئولین ایران حمله کرد. وریا گفت برای من فوتبال اولویت نیست. هوادارای ما با هزار بدبختی بلیط تهیه میکنن و ما رو تشویق میکنن. در نتیجه ما باید زبون اونها باشیم. کاپیتان استقلال در ادامه صحبتهاش گفت زمانی که این چیزها رو میبینم یا بهش فکر میکنم بغض گلومو میگیره. واقعا ناراحت میشم و کاری از دستم بر نمیاد. من نمیدونم مسئولین شرمنده نمیشن این مشکلات رو میبینن. درگیری ها و مشکلات در اهواز زیاده. خیلی ها اعتراض کردن. امیدوارم مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن رو بهش برسن و این حق مردمه. عمر ما کوتاهه و باید زندگی سعادتمندی داشته باشیم. شما به کنشگیری های اجتماعی تو معروف هستی، همیشه پیش مردم بودید، یه سری گرونی ها و یه سری اتفاقات هست، به نظرت این قهرمانی استقلال میتونه حالا یه طیف کوچیکی از مردم رو تو این شرایط خوشحال کنه؟ ببینید، من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیط رو تهیه میکنن ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانی که سعادتمند زندگی کنن. بله، اینم از صحبت‌های وریا غفوری. هر روز در کانال مهمترین ها ماجراها و حاشیه‌ها و داستان‌های جنجالی رو برای شما تعریف می‌کنیم. بنابراین هر روز ویدیوهای ما رو داشته باشید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. مهمترین حاشیه های دنیای من.